یک روز پس از آنکه دولت ایران ادعای کمک مالی به دفتر ریاست جمهوری افغانستان را تکذیب کرد و آن را اتهامی کذب و مضحک خواند، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری ضمن تایید این دریافت نقدی آن را روشن و شفاف خواند. اوایل هفته جاری روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی اعلام کرد که دولت ایران به عمر داوودزی سفیر سابق افغانستان در تهران و همچنین رئیس فعلی دفتر حامد کرزای کیسه کیسه پول نقد داده تا تعهد او به تبلیغ منافع ایران را تضمین کند. بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی، دفتر ریاست جمهوری افغانستان یک بار 700 هزار دلار و بار دیگر 975 هزار دلار از دولت ایران کمک مالی دریافت کرده است. انتشار گزارش نیویورک تایمز در حالی صورت می‌گرفت که مقام‌های ایرانی با واکنش شدید نسبت به این موضوع طی بیانیه‌ای اعلام کردند که این ادعا توهین‌آمیز است. در بیانیه منتشر شده از سوی سفارت ایران در افغانستان آمده است که این گونه شایعات بی اساس تنها از سوی برخی رسانه‌های غربی منتشر می‌شود تا اذهان عامه را مغشوش کرده و روابط محکم میان دولت‌ها و ملت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و ایران را آسیب بزند. این در حالی بود که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری که روز بعد از انتشار این بیانیه برگزار می‌شد، در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص گزارش روزنامه نیویورک تایمز ضمن تایید دریافت کمک از ایران اظهار داشت که این پرداخت‌ها شفاف صورت گرفته و نوعی کمک از سوی یک کشور دوست است. به گفته رئیس دولت افغانستان، این کمک‌ها برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بوده است و در قبال آن ایران خواهان گسترش روابط بین دو کشور و نفوذ بیشتر در کابل است. در پی تایید خبر پرداخت کمک مالی ایران به افغانستان، برخی از مقام‌های سیاسی با انتقاد از این عمل خواستار توضیح رئیس دولت و دیگر مقام‌های مسئول در خصوص این اقدام شدند. روز گذشته 7 نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به منوچهر متکی وزیر امور خارجه از وی در ارتباط با مسائل مطرح شده سوال کردند. در این نامه آمده است میزان کمک‌های نقدی پرداخت شده به دفتر حامد کرزای که از سوی ایشان نیز تایید شده در طول 5 سال گذشته چقدر بوده است، مستند قانونی این پرداخت‌ها چه بوده و به تصویب چه مراجعی در کشور رسیده است و همچنین این مبالغ چگونه هزینه شده است. موضوع کمک مالی به کشورهای نچندان مطرح و محبوب در 5 سال اخیر از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد که غالبا به صورت مخفی و غیر رسمی صورت می‌گیرد، همواره با واکنش فراوان از سوی منتقدان روبرو شده است. کمک‌های مالی 5 سال اخیر رئیس دولت به کشورهای ونزوئلا، سنت وینسنت، مجمع الجزایر قمر، گامبیا، کنگو، بورکینافاسو، بولیوی، تاجیکستان، پاکستان، لبنان و افغانستان که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی برای خروج از انزوای ایران در جامعه جهانی و پس از تحریم‌های شدید از سوی جوامع غربی صورت می‌گیرد، سبب شده تا بسیاری از منتقدان و همچنین برخی مقام‌های دولتی ضمن اعتراض و واکنش آن را نوعی حاتم بخشی بخوانند. بر طبق گزارش‌های منتشر شده داخلی و خارجی، بیشترین آمار کمک‌های مالی در 5 سال اخیر به گروه‌ها و تشکل‌های صورت گرفته است که از نظر جامعه جهانی وجه قابل قبولی ندارند. بر اساس آمارهای داخلی و بین‌المللی، کشورمان با نرخ بالای بیکاری و تورم دارای مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی است. در این شرایط کمک‌های بیش از میلیون‌ها دلار نقدی و بلاعوض و همچنین مقادیر فراوانی کمک‌های غیر نقدی به کشورهای دیگر و نه چندان مطرح و تاثیرگذار در عرصه جهانی همواره موج انتقاد را برای دولت مستقر در پی داشته است. از همه بدتر آن که انجام این کمک‌ها به گونه‌ای انجام شده و می‌شود که مصوبه‌ای از سوی نهاد قانون‌گذاری کشور ندارد و نمایندگان مردم، حتی آنهایی که از صافی شورای نگهبان رد شده و به مجلس راه یافتند، کوچکترین اطلاعی از آن ندارند، چه برسد به شهروندان که در تبلیغات رسمی مرتب از آنها به عنوان ولی نعمتان حاکمیت یاد می شود. امید ابراهیمی، رسانه سبز ایران.